بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزيز سروران گرامی، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در خدمت شما هستیم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستا، در برنامه گذشته ما موضوع معجزه از دیدگاه عقل در این رابطه صحبت کردیم که آیا معجزاتی که از پیامبرا صادر می شود عقل ما او را می پذیرد یا خیر؟ عقل پذیرش را از او را دارد یا خیر؟ در این رابطه صحبت کردیم، ولی امروز این مسائل ادامه می دهیم. ببینید دوستا، ما مسلمان ها به این معتقد هستیم که ادیان الهی و کتاب های آسمانی و پیغمبران خداوند متعال همش از جانب خداوند است. این کتاب ها از جانب خداوند نازل شده است و این پیغمبر ها هم از جانب خداوند فرستاده شده است و این ادیان هم از جانب خداوند برای بشر تحفه داده شده است. پس مشرع خداوند هست، پیغمبرا وسیله هست بین خداوند و بین بشر و انسان ها، یعنی مشرع خداوند هست، یعنی این تشریع خداوندی هست. پیغمبر مشرع نیست، پیغمبر وسیله است. این تشریع را آورده برای کی؟ برای انسان ها. ایتونست که پیغمبر از خودش یک حکم کرده باشد که ای مردم بیاین نظر میست که پنج نماز بخونین در یک شبانه روز، ای مردم بیاین شما در سال یک ماه روزه بگیرین. نه خیر، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا تمام پیغمبران مبلغین دین خداوند هستند، مشرعین نیستند. چرا که مشرع تنها خداوند است. خداوند حکم میده که مسئله را شما عملی بکنید. پیغمبر رو برای ما وسیله می شود، او رو برای ما می رساند. این چیز یعنی پیغمبر واسطه است بین ما انسان ها و خداوند متعال. پس مشرع یا کی است؟ خداوند متعال هست. ببینین وقتی که دین خدا هست، کتاب خداوند هست، پیغمبر خداوند هست، خداوند متعال ما انسان ها را به چیزی مکلف می سازد که او قابل تطبیق هست، مستحیل نیست، ناممکن نیست، بلکه ممکن هست، ممکن هست، معقول هست. در برنامه گذشته یک نمونه خدمت شما عرض کردیم که ببینین خداوند متعال برای ما مسلمان ها چی کرده است. یعنی در یک شبانه روز پنج وقت نماز فرض کرده است. آیا معقول است تطبیق این حکم؟ بله معقول است. پنج وقت نماز خیلی مدت زمان کمی رو میگیره، دون ما میخوانیم، هیچ مشکل نیست. در آغاز فرضیت نماز، چون که در آسمان ها این نماز فرض شد، پنجاه نماز بود، یعنی تطبیق پنجاه نماز، اگر پنجاه نماز خدا بالای ما فرض میکرد، تطبیقش مشکل بود. به این معنی است که باید ما هر نیم ساعت یک نماز باید میخواندیم، هر کمتر از نیم ساعت باید یک نماز میخوانیم. به این معنی خیلی مشکل می بود، نه خواب می بود، نه کار می بود، نه روزگار می بود، باید ما نماز میخوانیم. او یک حکم سختی بود، مشکلی بود. خداوند می دانست که این حکم سخت است، به خاطر این جنبه عملی نداد، بلکه یک جنبه تشریعی داد. نازل شد، نسخه شد، نازل شد، نسخه شد، نازل شد، نسخه شد، تا که از 50 به 5 رسید. آل ادای پنج نماز معقول هست، ادای پنج نماز معقول هست. در سال ما یک بار روزه میگیریم که او را روزه رمضان میگویند، یعنی یک سال 12 ماه هست. در 12 ماه یک ماه را خداوند فرض کرده است که شما روزه بگیرین، او روزه رمضان هست. آیا معقول هست؟ بالکل معقول است. یعنی یک حکمی است که آسان است، حکم آسان است. مثلا در رابطه به همین روزه، خداوند در سوره بقره چی میفرماید؟ یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر، خداوند آسانی را میخواهد. مثلا
در سال یک ماه روزه گرفتن آسان هست. اگر 6 ماه روزه می بود سخت بود. اگر 12 ماه روزه می بود بسیار سخت بود. ولی 1 ماه یعنی در 12 1/12 خیلی آسان است. پس معقول است. یعنی در 1 سال 1 ماه روزه گرفتن یک حکم تشریعی معقول خلاف عقل نیست. عقل هم میپذیرد و عملا هم قابل تطبیق است. دیگر از ارکان اسلام حج هست. آیا تطبیق حج از نگاه عقل معقول هست؟ ممکن هست؟ بله. صحابی میاد بر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که خداوند بالای شما نماز فرض کرده است، روزه را فرض کرده است، زکات فرض کرده است و حج فرض کرده است، صحابی بلم نشد که یا رسول الله افی کل عام حج هر سال بالای ما فرض است یا حکم دیگری هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم سکوت کرد، در عین وقت عصبانی شد که چنین سوال ها را نکنین. ان تبدل لكم تسؤكم لا تسأل عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم، یعنی شما سوال های نکنین که او پیامت های سختی دارد. هم بود که منتظر شد تا که حکم خداوند آمد که نه خیر، حج در عمر یک بار فرض است. پیامبر صلی الله علیه و آله به صحابه میگوید که اگر ما بر شما میگفتم که نعم، یعنی میگفتم که بله هر سال فرض است، لما استطعتم، بعد از توان ادای زور نمی داشتین. حالی ببین از نگاه عقل منطق، اگر حج هر سال بالای هر مسلمان فرض می بود چی صورت می گرفت؟ حج بالای فرض است. امروز در جهان 1 میلیارد مسلمان، بیشتر از 1 میلیارد مسلمان است. آیا 1 میلیارد، خب 1 میلیارد نیست، شاید بعضی مثلا کوچک باشن، بیمار باشن، توانایی نداشته باشن، کی را ما 500 میلیون بگیریم؟ آیا مکه، سرزمین مکه، گنجایش 500 میلیون انسان داره؟ نه خیر. اگر فرض می بود حج هر سال، باید تمام مسلمان رو می رفتن. نه مکه گنجایش از او را دارد و نه ادای حج یعنی از جمله ممکنات می بود. سخت بود یعنی اگر هر سال فرض می شد. لذا خداوند حج فرض کرد در عمر یک بار. این فرض عمری هست. پس ارکان اسلام بعد از کلمه شهادت، نماز فرض روزانه هست، روزه فرض سالانه هست و زکات فرض سالانه هست، سال یک بار بالد فرض می شود، و حج فرض عمری هست، در عمر یک بار هست، حج فرضی. بعد از او اگر کسی توان داشته باشد، خدا برش امکانات داده، میتونه که حج های نفلی یا تطور هم بکند، ولی فرضی یک حج هست، این معقول هست. پس احکام تشریعی دوستا همش قابل تطبیق است و معقول هست، خلاف عقل نیست. اگر احکام قسمی که خدمت شما عرض کردم بو بود، یعنی تطبیقش خیلی مشکل می بود، خیلی مشکل می بود. پس احکام تشریعی، معجزات الهی همش معقول است، همش معقول است، که رو باز انشاءالله کمی تفصیلش در آینده خدمت شما عرض می کنیم. در یکی از معجزات پیامبر صلی الله علیه وسلم، ما به شکل عام عنوان گذاشتم که معجزه از دیدگاه عقل، این چیزی عنوان هست. حالی بعض معجزات به شکل نمونه خدمت شما عرض میکنیم. ببینین یکی از معجزات بزرگ رسول صلی الله علیه وسلم بعد از معجزه قرآن کریم، رحله یا سفر اسراء و معراج بود. اسراء و معراج، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. اولین آیه سوره الاسراء هست. در این آیه خداوند متعال چی فرمود؟ که سبحان الذي اسرى بعبده،
یعنی پاکیست آن ذات را که سفری برای پیغمبرش، برای بندهش مهیا ساخت در وقت شب، لیلن در وقت شب. از کجا؟ من المسجد الحرام. آغاز سفر از مسجد حرام مکه الى المسجد الاقصى، نهایت سفر به مسجد اقصا شام یا فلسطین. این چیزی سفر است، از اینجا آغاز شد به اینجا تمام شد. ایره چی میگوید؟ ایره اسرا میگوید، یا فعلش اسرا هست، اسرا یسر اسراءن. واژه اسرا مثل که علمای لغت توضیح دادن، میگه اسرا سفر شبانه را میگوید که یک شخص در شب سفر کند. لذا این سفر در شب رخ داد، در روز رخ نداده، سفر اسرا و معراج. ای آغازی سفر بود که هم یک معجزه بود. مسافه بین مکه و شام یا مسجد الاقصا، مسجد حرام تا مسجد الاقصا تقریبا یک ماه در بر می گرفت، ولی رسول صلی الله علیه وسلم این سفر در مدت بسیار کوتاه طی نمود توسط براق با معیت جبریل علیه السلام. یک معجزه شد. این کار هر کس کرده نمی تواند که در مدت کوتاه توی مسافر طی نمایی. رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که هجرت میکرد، همو پیغمبر هست، از مکه تا مدینه منوره هجرت نمود. چگونه سفر نمود؟ سختترین سفر بود، سختترین هجرت بود. 30 روز به غار ثور پناه میبرد، بعد از او پایین میآید و سفر زمینی را آغاز میکند. مسافه چند بود از مکه تا مدینه را؟ روزها بود، روزها را در بر می گرفت. اما مسافه بین مسجد حرام تا مسجد اقصا ماه بود. یعنی این سفر یک ماه را رسول صلی الله علیه وسلم در مدت زمان بسیار کوتاه انجام داد که معجزه بود. بالای براق سوار شد، جبریل علیه السلام بالایش بود، یده و حافره حیث، یعنی امو یک پای یا قدم خود وقتی که میگذاشت به اندازه چی؟ به اندازه طرف، یعنی به اندازه دید، بسیار سریع، بسیار چی بود، یعنی مسافه زیاده را در مدت کوتاه طی میکرد. هیچی بود، یعنی سفر زمینی ولی معجزه بود، معجزه بود. بعد از او چیزهایی که در اونجا رخ داد رو همه ما شما میدانیم. بعد از سفر دیگری آغاز شد. این سفر زمینی بود، سفر دیگرش سفر آسمانی بود که ایر اسراء میگوید، و دیگرش معراج میگوید. معراج به این معناست که عروج کردن، از پایین به بالا رفتن، از پایین به بالا رفتن. رسول صلی الله علیه وسلم از مسجد اقصا طرف آسمان ها سفر نمود. او دیگه معجزه شد، او دیگه معجزه شد که او هم در مدت زمان بسیار کوتاه صورت گرفته است. حالی رخو ما گفتیم که مسافه بین مسجد حرام تا مسجد اقصا یک ماه بود تقریبا، ولی مسافه از زمین تا آسمان چقدر هست؟ میلیون ها سال هست. بعد از او مسافه بین آسمان دنیا و آسمان شماره 2، شماره 3، 4، 5، 6، 7 چقدر هست؟ بعد از سدرت المنتها هست، بعد از او ملاقات با پروردگار بود. این همش سفر بود که در مدت زمان کوتاهی در یک بخشی از شب صورت گرفته. ایتونست که ماها را در بر گرفته، در یک بخشی از شب صورت گرفته. و پیامبر صلی الله علیه و آله در این سفر بسیار چیزها را دید و اخیرش ملاقات پروردگار بود. بعد از او داستان خیلی چیز طولانی هست. هدف ما این بود که از بزرگترین معجزات پیامبر صلی الله علیه و آله معجزه اسراء و معراج بود. آیا این حادثه از نگاه عقل و منطق قابل پذیرش هست یا خیر؟ این موضوع بحث ما هست، این موضوع بحث ما هست. در آغاز سوره الاسراء خداوند متعال به این موضوع اشاره کرد که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ای اسراء شد، یعنی سفر زمینی یک معجزه شد. در سوره النجم خداوند متعال فرمود که ولقد رآه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها
جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. سوره النجم آیه 13 تا 18. در این آیات خداوند متعال حادثه معراج برای ما معرفی نموده است. در سوره اسراء حادثه چی بود؟ سفر زمینی. در سوره النجم سفر آسمانی که هر دو در یک بخش از شب صورت گرفته است. در یک بخش از شب دوباره پیامبر صلی الله علیه و سلم به زمین می آید و از زمین دوباره به براق سوار می شود و به مکه می آید و بر صبح آن روز اهل مکه را آگاه می سازد که من شب چنین و چنان سفر داشتم و چنین و چنان چیزها را دیدم و به آسمان ها رفتم و دوباره برگشتم. اما بود که کفار ما زادهم الا استکبارا و کفرا، یعنی کفار در عنادشان، در حسدشان، در مخالفتشان شدید شدن، گفتن که ببینن ای مردم، محمد گفتم که دیوانه هست، امروز دیوانگی از او ثابت شد، میگوید که من به شام رفتم، از اونجا به آسمان ها رفتم. یعنی این یک چیز غیر معقول تلقی کردن، یعنی عقل ما را نمیپذیرد. مشرکین گفتن عقل ما نمیپذیرد، چگونه رفتی؟ ولی چیز دیگری هست که او را میپذیرد، که او مسئله ایمان هست. در اینجا دو نوع انسان ها در مکه وجود داشتن، یکی را ابو جهل میگوید، دیگر ابو بکر صدیق رضی الله عنه میگوید. ابو جهل وقتی که به مجرد شنیدن این خبر به گوشش رسید، عاجل رفت تمام بزرگان قریش جمع کرد، برشان گفتن که بین محمد بر شما یک خبر جدید آورده است. هدف ابو جهل چی بود؟ هدف ابو جهل این بود که بر مردم تلقی کند که این محمد دروغ میگویند، ما به شام رفتم، از اونجا به آسمان ها رفتم، دوباره برگشتم. عقل ما را نمیپذیرد. این عقل ابو جهل هست، یعنی عقل فرسوده، عقل بیمار. ولی اونجا یک عقل دیگر است که او را عقل ابو بکر میگوید، ابو بکر صدیق رضی الله عنه. او چی میگوید؟ میگوید لو قال هذا صاحبی لصدق، اگر این سخن یار من گفته باشد که رسول صلی الله علیه و سلم هست، لقد صدق، راست گفته است، راست گفته است. به خاطر ابو بکر چی میگوید؟ ابو بکر صدیق که تصدیق کرد حادثه اسراء و معراج را. پس در اینجا دو عقل است، یکی عقل ابو جهل است، یکی عقل ابو بکر رضی الله عنه است. عقل ابو بکر به اساس ایمان، به اساس سلامتی عقلش ای را پذیرفت، این حادثه را، این معجزه را. ولی عقل ابو جهل به اساس فرسودگی عقلش، به اساس بیماری عقلش و به اساس عناد، تکبر، استکبار، حسد نپذیرفت. پس در تمام این مسائل دوستا، انسان ها دو گروه هستند. بعضی ها انسان های دارای عقل سلیم هستند، بعضیشان دارای عقل بیمار هستند. انسان هایی که دارای عقل سلیم هستند، اونها تمام تشریعات الهی را با تمام خردی و بزرگیش میپذیرند، بدون کاستگی عقلشان میپذیرد، چرا که از جانب خداوند است و خداوند حاکم هست، مدبر جهان هست، خالق جهان هست. هرچی بخواد میتواند، هرچی صورت میگیرد به امر خداوند هست. هیچ چیز از امر خداوند نه دور هست و نه مخالف هست. پس این مسئله بود دوستا که خدمت شما عرض کردیم که آغاز حادثه یا واقعه اسراء و معراج چگونه بود و کی پذیرفت و کی رد نبود. این را انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما به تفصیل بیان میکنیم که معجزات پیغمبرها را چگونه از نگاه عقل و منطق ما ثابت بسازیم و بپذیریم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.